درود بر بینندگان عزیز تلویزیون شادی، از برنامه چه خبر در خدمتتون هستم. سمی هستم، مسعود عزیزم و امروز کنار خودم دارم. دیروز ازش خواهش کردم که اگه میشه بیاد و در کنار من باشه. من از وجود مسعود همیشه در کنار هممون لذت میبرم، مخصوصا به خاطر اون سنس آف هیومری که داره و در اصل قلب پر از شادش رو من دوست دارم، اون بیریاییش رو دوست دارم، چون خداوند میگه وقتی در قلب پاکی داری نشون دهنده این هست که به خداوند نزدیک هستی و با خدا زندگی میکنی. مسعود عزیز خیلی خوش اومدی تو برنامه چه خبر. من امروز برنامه‌مون راجع به سینزه بدره. من روزای سینزه بدر رو خیلی دوست داشتم همیشه، به خاطر اینکه با فامیل میرفتیم بیرون و واقعا یه دوران خیلی خوبی با بین ما بچه‌ها بود و هرچی هم بزرگتر شدیم خیلی ما این رابطه نزدیکتر شد توی سینزه بدر. میخواستم تو خودت راجب سینزه بدر یه مقدار صحبت کنی، راجب خاطراتت. من سینزه بدر خیلی دوست داشتم تو ساعت 2-3 بعد از ظهر. غروب که میشد دلگیر میشدم، چون فرداش باید میرم مدرسه و مشقام با اینکه این همم هم چیز کرده بودیم، تقلب کرده بودیم، ولی میدونستیم ته اون قلبمون که داریم کلا برداری میکنیم، نگران اون بودم. سینزه بدر من خیلی دوست داشتم. یعنی من یه همسایه داشتیم، یه وانت خیلی بزرگ داشت، بعد میرفتیم میبردمون سوار وانت میشون و یه عشقی بود موقع عقب وانت میشون. من دوست داشتم اون عقب وانت رو نرده رو بگیرم باد بخوره تو صورتم، اون کیف هم میکردم. میرفتیم یه جایی بود که توت میکندیم، اصلا شک نکن، اصلا شک نکن. من یه بار من تو دوران دبیرستان یک روز غیبت نکرده بودم، یک روز من نرفتم مدرسه. یکی از دوستای من با لگد زده بود زیر سطل زباله کلاس طبقه چهارم، خورده تو شیشه افتاده بود پایین، گفتن مسعود. من فرداش اومدم دفتر مدرسه، من خواست که تو شیکونی، تو لگد زدی. گفتم اصلا من دروغ غیبت داشتم دیگه، بعد اصلا غیبت رو مبصر ارائه نده، چی میگن نگفته. یعنی من از که من شیطونی اصلا چیزم تو دانشگاه همین بودم، اینجا هم همین بودم، من دیوار راست بالا میرفتم، من مثلا هامر بودم دیوار راست بالا میرفتم. میگم من هنوزم میری برای دیوار واقعا کلام خداوند رو داره بالا میره، چون خیلی مسعود الان جزء گروه سپس گروه جوانان ما در کلیسای پرستندگان مسیح شده و من واقعا این انتخاب رو خیلی دوست داشتم. وقتی اعلام کردن که ایشون دستگذاری شدن واسه گروه جوانان، واقعا به تبریک میگم. این انتخاب خود خداوند عیسی مسیحه، چون عیسی مسیح میگه قبل از اینکه به دنیا بیاین من جاهاتون رو انتخاب کرده بودم و اون واقعا که ظرف گزیده خداوند هستی و من خیلی خوشحالم که جزو گروه جوانان. من خودم رو قاطی میخوام بکنم. خب ما گفتم اون تو برنامه قبلی گفتم ما تا 25 سالگی رشد میکنیم، خانم ها تو همون 25 سالگی هنوز رشد دارن، هنوز این 25 سالگی هی دابل میشه. دوست دارم. آره رشد میکنم. آره من میگم در صورت ما این خاطرات میرفتیم توت میکندیم یا کنار یه نهر آبی بود. بله. من همیشه دنبال ماهی میگشتم، از این ماهی های جوبی بود که خاکستر تیر رو بگرم، یعنی یکیش رو پیدا میکردم تا نمیگرفتمش ول نمیکردم. ماهی گیری رو دوست داری؟ خیلی من ماهی، خیلی من ماهی ها اصلا یه مثلا من شده بارها عجیبه، اصفهانی ماهی دوست داره. من بچه آبادانم و حداقل ما هفته ایست 2-3 بار غذای دریایی داشتیم و اصفهانی ماهی دوست داشتیم. خب بس شما آبادانی خیلی... تو اسمان ماهی خوردیم، ما اسمانی از آبادان. حالا دیگه جنگ شد. البته من خواهرم اصفهان ازدواج کردم، خواهرم سعیده از اینجا سلامش میگم، قربونش برم. من خواهرم ازدواج کردن، شوهر خواهرم توی شرکت نفت اصفهان کار میکردن و خواهرم موو کردن اومدن اصفهان. الان زن داداشم مهناز جون اصفهانی هستن، بچهای داداشم خیلی بهتون افتخار میکنم، وحید، نوید عزیزم، حامد عزیزم، از اینجا رو ماهشون رو میبوسم، برای که موقعی که دنیا آمدن من اینجا داشتم درس میخوندم و ایران نبودم. به حال ما آبادانی ها با اصفهانی ها یه
ارق ملی داریم. ارق ملی یکیشون پایینشون شدید سقل ایران نگه داشت. در صورت این 13 بدر کار جالبیه، یعنی یه سنت خیلی زیباییه، نشون میده که اون موقع شما 13 به در میری روز 13 هم، حالا درسته که بعضی موقع مصادف میشه با اول اپریل فول دی که میگن یا یکم یا دوم، اینم 13 به در دروغگو هم داریم که اینا با همش مثلا هستن توی یه سری گروه توی لرستان که 14 به در میرن 13 به در تو خونه میمونن روز بعدش میرن. بله اینا اعتقاد دارن که 13 به در یه روز دروغه. لرستان این کارو میکنه، فقط گروه لرستان این کارو میکنه که میگن روز 13 به در رو توی خونه میمونن و 14 به در در اصل میرن. ولی مثلا اینکه چرا 13 به در مردم میرن بیرون، اون نشان دهنده که خب طبیعت رو میرن ببینن، چون اون سرمای زمستون رو تموم کردن و دوباره یک سال دیگر رو هنوز هستن. اینکه میگن خدا رو شکر کنین چشماتون رو باز کردن، اولین چیزی که تشکر کنین خداونده که چشم رو باز کردن. این هم یک سال سرما رو ما، چون سرمایه الان با سرمایه قدیم خب فرق میکنه، ما گوشیم پشت سر الان اومدیم اینجا به طبیعت خودم تو طبیعت چون از فرداش دوباره آغاز زندگی روزمره با کردن کاشه. ولی برای همه این 13 به در یه روزه. حالا اتفاقات میگن نحسن اتفاقاتی که تو هر شلوغی که میری تصادف میشه، بعد رانندگی کردن اتفاقاتی که بعد این معمولا روز 13 حالا شده نحس هستی که همچی چیزی نیست. اصلا چیزی نیست، من اصلا باور ندارم. 13 هم یک شماره بسیار مبارک هست مثل همه شماره ها. دقیقا من خونه که برای مادرم گرفتم 13 ژانویه خونش رو قرار داشته بستم. پلاک خونه مادر من 13 از روزی هم که رفته تو خونه همش برکت رو برکت برکت رو برکت گفتم خب خدا رو شکر چرا نه. بله ولی مزقیم اعتقادات فرق میکنه، ولی خدا رو شکر که هنوز اون سنت ها رو داریم. بله ببینم و قبل از که ازدواج بکنی سبزه گره زدی؟ ما نمادیم، ما به سبزه نکشید کارمون. آره؟ نه ما به سبزه نکشیدیم قضیه ما. من یادمه که یکی سنتی که ما داریم و من خیلی هم راجبش میشنوم اینه که وقتی که روز 13 به در میریم توی پارک با عزیزانمون سبزه گره میزنن و بیشتر اونایی که مجردن سبزه گره میزنن، یعنی اصلا مجردا هستن که سبزه گره میزنن و آرزو میکنن که تا سال آینده بختشون باز بشه و ازدواج کنن. و من الان یاد گرفتم که من دعا میکنم اون کسی همسری آدم ازدواج بکنه که تایید خداوند باشه، چون تو اون ازدواج وقت برکت هست و دائمی هست و فرزندان در از طریق روح القدس با پدر مادر بزرگ میشن و رشد میکنن و زندگی سالمی خواهند داشت با ایده ها و اون تجربیاتی که خود بچه ها کسب میکنن. شما که بچه نداری؟ ما نه، ما فعلا ایشون هنوز خودش بچه، ما هنوز خودمون در اون قلبش. خداوند میگه وقتی قلبت مثل بچه هاست من خودم رو بهت نشون میدم. نه خب بچه داشتن میدونی، بچه داشتن کلام من خیلی بچه دوست دارم. بله میدونم. از خدا سوال کردن که دخترها چقدر شیرینند تا بچه هم گفت دخترها رو من آفریدم، زنها رو شما مردا درست کردی. واو واو. میدونی چه میگن؟ بله یه مدار قضیه پروفنده، خیلی ژرف و عمیقه. خیلی من بچه خیلی دوست دارم. ولی خب با بچه زمان میخواد. دقیقاً. میدونی؟ برای زمان میخواد. من اینقدر شلوغه که برنامه. برای که نمیگم الان وقتش گیر بیاد اون موقع ممکن چون حتما توش قرار بگیری، ولی هنوز راجبش اصلا فکر نه من نه لورمانیشمون فکر نکنم. راجب دوست داریم ولی حالا شد نشد میریم بچه عادت میکنه. مگه بچه حتما باید حتما از خود بشه میاد به بچه تو این دنیا از اون عادت کنه بزرگ کنه لذتش هم ببره. چرا نه، چون محبت دو برابر میشه دیگه. چون بعدا پیش یکی که نمیتونه زیاد بهش سخت بگیره چون بچه یکی دیگه بله. تو فقط برای مسئولیت بزرگ کردنش میگیری میدونی بله. به این قضیه من اینجوری هم بعضی زمان بهش فکر میکنم، ولی خب حالا فعلا در کش و قوس این قضیه هستیم. هرچی قسمت بشه خداوند فعلا به 13 بدر رو بگذرونیم. بله بله 13 بدرمون رو بگذرونیم. توی این برنامه ای که من احساس کردم میخوام مسعود باشه، یه دلیل دیگه هم که داشت واقعا که میخواستم مسعود در کنارم باشه، و
بلکه همیشه احساس کردم که مسعود به همون اندازه که شوخ طبع و واقعا خوش زبان هستش، به همون اندازه عاشق خداوند عیسی مسیحه و به همون اندازه که وفادار به خداوند هست، به کلیسایی که الان خداوند به خدمت خوندتش وفادار هست. و توی حالا ما خارج از شوخی و یه مقدارم جدی، اینه که ماها یک خانواده هستیم. ما از طریق خون عیسی مسیح یه خانواده شدیم. مسعودم داداش کوچیک منه و واقعا خیلی دوستش دارم، خیلی وقتا سر به سرم میذاره. گاهی وقتا من تو این کلیسا با همه سلام علیک میکنم، یعنی همیشه با همه سلام علیک میکنم. یه دفعه مسعود اگه جا پیداش میشه و میگه بابا به ما سلام علیک نکردی، یعنی چی امروز چی شد؟ اینا واقعا سمی خوش واقعا. برای همین خواستم که سیزه بدر رو، برنامه سیزه بدرم با مسعود جون باشه. میخوام یه خاطره از خودت و خانواده که همیشه باهات بوده هست و توی سیزه بدر هم اتفاق افتاده، که میدونم اتفاق افتاده. بله، و یه دونش رو میدونم خیلی دوست داری اون خاطره رو، میخوام اینو به من بگی، تعریف. خاطره من دانشجو بودم، سال دوم دانشگاه یادمه بود، رفتیم اصفهان که من درسم اصفهان میخوندم، تمام فامیل ما اصفهان هستن، خودمون تهران زندگی میکنیم، ولی خب من چون بچه تهرانی، من تهران به دنیا اومدم، اونجا بزرگ شدم. ولی خب منو بگو، گفتم این بچه نه، من اصلا اصفهانی هستم، پدر مادر اصفهانی، من 8 سیلند هستم، 5.0 اصلا شک نکن تو اصفهانی بودن، اصطلاحات خوب بلدم، زبان لهجه اصفهانی خیلی عالیه و تو اصفهانی شم نمیاره، اون جوابم تو آسینم همیشه هست. ولی اصفهان جایه، چون حالت مثل ویلیج روستا زیاد داره، یه جایی هست به نام اورگان که مثل همین اورگان میمونه. حتی در اوج تابستان، تابستون گرما، شما شب باید آتیش روشن کنی، یعنی اینقدر سرد میشه. ما 13 بدر تو اصفهان، ما 13 بدر، یعنی بشه که 12 بدر در است. تمام پسرخاله و خاله و همه مادرم و با بعد اکبر، بعدم اکبر، اینا همه تصمیم گرفتیم 3-4 ماشین بریم همون اورگان و کنار رودخونه. داشت بخیر، رفتیم و شب همه چادر زدیم، آتیشی درست کردیم که من یادم از زغال سیاه بودم. اینا قضا رو خب یخچال کردن، قضا رو همه رو چیده بودن کنار رودخونه، غافل از اینکه آب شب میاد بالا. او مای گاد، ما همه قضا رو چیده بودن، گوشت و مرغ و قابلمه اینا، همه شب خب بالاخره آتیش اینا، تا دیر وقت همه خوابیدن، صبح از اون خب دیرتر بلند میشه، بلند میره، خدایا قابلمه و دیگ نیست، کجاست؟ آب برده بود. یک دونش مثلا آب، چون موقع که میره میچرخه وسط آب، از اون میچرخه، یه سری از قابلمه رفته بود اون ور رودخونه. آها، در آوردی؟ نه، من نگاه کردم، میگم چون ما مثلا این خاطرات یا نمیره، من نگاه کردم اینو وسط آب یه چیزی اینجوری زره بالا، مثل چوبه، من تو وسط آب اینجوری زره بالا، من یه میده خوب دقت کردم، دیدم ماره، یه ماره بسیار تقریبا باور کنه به قطری کلوفتش. تو این فاصله که نمیدونم این چوری، یه سری گازایناشون هنوز اون گوشه بود، اینا شروع کردن هر چی تخمق داشتن که غذا درست کنن، خانم‌ها اینجوریشون غذا درست کردن. منم خب جوان بودم و حالا منو ماجراجو، رفتم هنوز شما زدم بالا، رفتم وسط آب، آب تو واقعا تو اینجا خیس سرد، رفتم وسط این مار، چون آب خیلی سرد و ماره همینطور نشسته، مارم خون سرده، از نظر خونی خون سرده، یعنی گرما سرماج، برای همین مار دوست داره تو تابستون زیر یه جایی خوش چنبره بزنه، گرما رو دوست نداره، برای همین رفتم نزدیک بوته میزنه، به خاطر اینکه میگه تراتوری منه. رفتم وسط، دیدم نه ماره همش تکون خورد. من قافله، شما موقع از بالا نگاه میکنی، چون آب در جریان حرکت بود، اندازه مار من تشخیص ندادم، مونتا چون واقعا اصلا بی پروا بودم نسبت به این قضیه، دیده بودم توی فیلم ها مثلا دستش اینجوری میکنه ماره مثلا جلو چشم میره، قافله که مار هم مرکب همه جور میبینه، من اینجوری کردم گردن ماره گرفتم، اصلا موقعی گرفتم تازه فهمیدم عجب اشتباهی کردم، نه حالا میتونم ولش کنم، چون ترس دیگه، آره، از ترسم خاطر که جلو دیگرانم پوز بدم که من این کارو کردم، ماره رو بلند کردم، پرت کردم، دیدم واو، یه چیز دور و بر 4-5 متر، یه چیزی اصلا عجیبی اومد توی هوا، این ماره است، چون من
پشت اینجوری پرتش کردم، این ماره رو هوا پریش صاف افتاد نزدیک خانمه که داشتن تخمه رو رسو کردن. اینا جیه زدن زد نزدیک تخمه و قابلمه هش داشتن. اونا اکبر اومدی وسط بره قابلمه رو نجاته بدنم، صاف رفت شیشه زد پاشو برید. شیشه وسط رو خونه زد پاشو بارید. اومدیم حالا پوست مرغ گیر بیاد. مثلا این خاطرات عجیب. این خاطره از اون طرف همیشه این برای من این جالبه. همیشه تا میرسم حالا جریان ماره چی شد؟ ماره خب اونجا افتاد بعد برگشت رفت. یعنی همه جیغ زدن، همه فرار کردن. من تازه فهمیدم که من چیکار کردم. یه چیز عجیب. من نمیدونم ماره به این بزرگی. حالا نمیدونم مثلا من تشخیص ندادم ماره آبی بود، ماره خشکی بود. من نفهمیدم بالاخره این چیه. ولی خیلی بزرگ بود. ولی از ترسم این انده خبه، هر موقع 13 به در میشه، هر موقع مثلا با اکبر حرف میزنیم حالا غذا خوردین اونجا؟ نه اصلا نخور، رفتم ماشین داریم رفتم توی روستا، رفتیم بالاخره از این روستایی های سری از این مغازه که داشتن اونجا خیلی یه سری آره یه سری از این غذا مغازه گرفتیم و گوشموش گرفتیم و من این درست کردیم. ولی من تو همونجا؟ تو همونجا، ولی هنوز خاطرات همه قابلمه های روستایی اومد گفت اینجا چی کار میکنه؟ گفتیم گفت قابلمه نامونو بردن. گفتش که خب مگه شما نمیدونستون ما که مال اینجا نیستیم، که مال تو اسفان خود شهر اسفان اومدیم اینجا برای دیگه دو چقدر فاصله است بین اسفان و اورگان؟ فکر میکنم یک دو ساعتی تو راه باید باشی، ولی بسیار جای زیباییه. یعنی من یادم باشی به خانواده هم بگم برن موقع که میری، اصلا چون عرض رودخونه فرق میکنه، حجم آب فرق میکنه. من تو یادمه من دندون درد داشتم، رفتم کنار کوهرنگ جایی که آب گاشه، یعنی از کوه میزنه میاد تو اون پایین، میاد پایین مثل آبشار. آره اینقدر اون آب سرده که من یادم دندونم اونجا لوس کردم، اصلا افتاد از سرده، دندون درد کرد، خراب شده بود، ولی اینقدر اون آب سرد بود که ممکنم تیر میکشید و دندون من اصلا یه چیز عجیب میگم دندون من اونجا افتاد. ارتباط با اون آب نداشت، ولی نظر سرماش من هنوز یادمه. اون خاطرات سیزده بدر من، اون مار و اون بریدگی هم پای بردر هم، نمیدونم اون قابلمه ها که رفت و همه مقدار گشنگی کار من. چند سالت بود این اتفاق افتاد؟ نمیدونم موضوع مال سال دوم بکنم، من نمیدونم 20 سالم بود، چون من حالی 20 سال هنوز تو تینیجری بودی. هنوز میگم تو اون اوجا چیز بودم، جم رفتم جیم میرفتم مثلا، من خودم یه دنیایی داشتم، میومدم میرفتم این کار رو میکردم. هنوز میگم ولی اصلا عجیب، بعضی موقعی کارهایی میکنه ولی همیشه یادمه. واو عجیبه. واو آره خدا رو شکر. آره من حالا میگم چتون نوشمو نزد. آره واقعا خدا رو شکر. البته عیسی مسیح روی صلیب گفت تمام شد، یعنی کار شیطان تمام شد و ما رو نجات داد بعد از 3 روز قیامش. و ما داریم به عید پاک و روز قیام مسیح نزدیک میشیم. فکر کنم 2 هفته دیگه هست، 16 اپریل هستش که ما در روزه و دعا خواهیم بود. فکر کنم صبح اون یک شنبه ای که برنامه داریم، ما صبح زود میایم کلیسا. بله و صبحونه خواهیم داشت بعد از برنامه کلیساییمون و خوشحال میشیم شما عزیزانم در کنارمون داشته باشیم. البته اعلام خواهیم کرد روز دقیقش رو توی برنامه های دیگه، حتما به حضورتو اعلام خواهیم کرد. روی فیسبوک هم حتما اعلام میکنیم که چه روزی هست، کدوم یک شنبه هست. من الان گفتی به خاطر همین جریان اورگان، من مامانم اصفهان زندگی میکنه. مامان جون دوست دارم، قربونت هم میرم. امیدوارم سیزه به در خیلی خوبی داشته باشی کنار داداشای عزیزم. از اینجا به همه داداشام که دور از من هستن سلام میکنم، رو ماهش رو میبوسم. سال پربرکتی برای همه تون آرزو دارم. این دوربین رو دادن دست من به همه تبریک میگم باز دوباره سال جدید. امیدوارم که واقعا سالی پربرکت، پر از شادی، سلامتی جسم و جان و رو برای تک تک شما عزیزان باشه. ممنونم مسعود جون که اومدی و دعوت منو قبول کردی. در ضمن اونایی که در اصفهان هستن برن این منطقه اورگان رو ببینن و خواهش میکنم هر جا دیدین یه ماری توی آب ایستاده حتما در اصلا طرفش نرین و دست بهش نزنین و غذاهاتون هم کنار رودخونه نذارین. برای اصفهانی خیلی سخته غذاش رو دست بده، برای خودم از اسپانیا. من یادم توی آبادان یه بازاری بود به اسم بازار اسپانیا و این بازار میوه فروشا بود. یعنی هر نوع میوهی که میخواستی
بود، حتی پارچه فروشی هم بود. و البته پدر من یه اخلاقی داشت، چون توی شهر میشناختنش، نمیذاشت ما بریم تو بازار اینا و هرچی هم میخواستیم انجام میداد. یعنی خودش اجازه میداد که پارچه میاد تو خونه، خیاط میاد تو خونه و برای ما خیاطی میکرد اینا. ولی همیشه این بازار اصفهانی ها تو ذهنم موند و واقعا مهماندارن، عزیزن خیلی. و من همه شهرهای ایران، همه ایران سرای منه و دوستتون دارم، عاشقتون هستم. با هم میریم یه سرودی رو میبینیم و برمیگردیم. ما رو پریشون نمیخواد، چشما رو گریون نمیخواد، خرید ما را به خون خود، دلها رو ارزون نمیخواد. خدا من شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره، دل شکسته تنهایت را به بودادی دوست داره. خدا من شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره، دل شکسته تنهایت را به بودادی دوست داره. خدای ما غم نمیخواد، عذاب و ماتم نمیخواد، عیسی خدای زنده‌ام واسه ما چیزی کم نمیخواد. وقتی لبخند رو لباته، خوشحالی در اون چشاته، رقص و شادی در حضورش، سپاس ما از نجاته. خدا من شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره، دل شکسته تنهایت را به بودادی دوست داره. خدا من شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره، دل شکسته تنهایت را که به بودادی دوست داره. وقت نمیذاره کسی بره به سمتش، خود شادی تو دوست داره شاد باش، میخوام دستات بره بالا آزاد باش، نزا شیطون بهت بگه نادان باش، اگه گول میزنه پا دروغ آگاه باش، اگه گول خوردیم خدا با ما باش، اگه راهو گم کردی خدا با ما باش، روزای روشن و تاریک خدا با ما باش، توی غم و شادیمون خدا با ما باش، خدا با ما باش. خدا من شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره، دل شکسته تنهایت را که به بودادی دوست داره. خدا من شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره، دل شکسته تنهایت را که به بودادی دوست داره. خدا من شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره، دل شکسته تنهایت را به بودادی دوست داره. خدا من شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره، دل شکسته تنهایت را که به بودادی دوست داره. عزیزان، امیدوارم که از سرودی که پخش شد لذت برده باشین و با قلب‌های شما صحبت کرده باشه و اون چی که از طریق این سرود به ذهن شما و به قلب شما نشست در زندگیتون هم کار بکنه. و ایمان دارم که سرودهای پرستشی ما رو واقعا محاوره ماها هست با خداوند و من سرودهای پرستشی رو خیلی دوست دارم. صبح که بیدار میشم این رادیو پندورا رو دارم، مال هیل سانگ چنل هستش و سرودهای پرستشی رو من گوش میدم و آواز میخونم، با خدا حرف میزنم. و امروز یه اتفاق جالبی که افتاد، حالا داشتم راجب برنامه سیزه به درمون با مسعود جون داشتیم صحبت میکردیم، یه اتفاق جالبی افتاد. من
یک سرودی پخش میشد و خیلی منو، قلب منو داشت لمس میکرد و واقعا عشق شوق بود و داشتم میگفتم که خداوندا که وقتی میای میدونم که ماها ایمان دارم که ما باهات دوباره زنده میشیم. این قول عیسی مسیحه و قول خود خداوند ماست و واقعا عاشقتم روح القدس. یه دفعه دیدم که آهنگ بعدی که پخش شد مال کریس تاملین بود و من خیلی توی برنامه پشن کانفرنس من با این عزیزان آشنا شدم. رفته بودم هیوستن تگزاس برای 3 روز و لوی گیگلیو پستر اونجا بودن و برنامه‌ای دارن که تمام دانشجوها و دانشجوهای مختلف رو جمع میکنن و اونجا هست که قلب عزیزان لمس میشه و ایماندار بچه های جوانی که ایمان دارن میان و گروه های پرستشی مال چرچ های مختلف کلیسای مختلف میان. بسیار کنفرانس عظیمیه، خیلی پسترها، خیلی کشیش های مختلف میان و من اینو از خداوند خواسته بودم و فراهمش کرد برای من مسو جان. و آهنگ بعدی که اومد کریس تاملین داشت میخوند که تو اون آهنگ میگفت که ما مثل عروس های هستیم، چرچ هستیم که منتظر دامادمون که عیسی مسیح هستیم و ایمان داریم که ما موقعی که تو میای با تو رایز میکنی. یعنی همونی که من داشتم قبلش با صورت قبلی داشتم میگفتم با خدا راز نیاز میکردم، همونو خداوند روح القدس با از آهنگ بعدی برای من تاییدش کرد. واقعا امروز روزیه که ماها از هر جایی که میگذریم ایمان داریم که باید خبر خوش نجات رو به عزیزان بدیم، چون عیسی مسیح پشت در قلب تک تک ما ایستاده، جنتلمنه، در میزنه و اگر در قلب بله و در قلب ما رو باز کنیم، در قلبمون اون میاد و هرگز اون قلب وجود ما رو ترک نمی کنه و همون روح القدسشه که مثل رودخونه در وجود ما جاری میکنه و ما رو با خودش یکی میکنه. مسعود عزیزم میخوام ازت میخوام که در انتهای برنامه‌مون یه دعایی بکنی واسه عزیزان بینندمون، برای سینزه بدرشون، برای تمام مردممون در ایران و ایرانیانی که در سرتاسر جهان این برنامه رو مشاهده خواهند کرد. آمین. آمین. هللویا ای پدر. هللویا. حقیقتا شکر و سپاس بر تو ای پدر آسمانی. بدن متشکرم از اینکه بهار دیگر رو به ما نشون میدی. آمین. بدن نشون میدی قدرت رو، همونطور که تو مزمور 19:1 میگی که قدرت خودم رو در آسمان ها نشون میدم. بدن متشکرم از اینکه اجازه میدی چشممون رو باز کنیم، زیبایی هایی که تو برای ما خلق کردی رو ببینیم. بله بابا. شرمسارم از خطاهایی که میکنی، شرمسارم از اینکه در اصول تو قصور میکنیم و اون چیزی که تو شاید میخوای از ما انجام بدیم بعضی وقتا نتونیم انجام بدیم، ولی حقیقتا شکر از اینکه اجازه میدی باز دیگه به حضورت بیام، در روح زانو بزنم که تو شایسته پرستش هستی. آمین. تو شایسته که هر سری هر زانویی در مقابل تو خم بشه بگه تو پادشاه پادشاه هستی. بدم بدم متشکرم از 13 بدری که در پیش خواهیم داشت. بله همه عزیزان رو به دستای تو میسپارم، تو خودت حفظشون کن، در رانندگی در مقابل اتفاقاتی که ممکنه براشون بیفته بده تو نگهشون دار. آمین. نشون بده که تو میتونی این کار انجام بدی و تو قادر این کار انجام خواهی داد و در نام تو باشن و تو نام تو رو جلال بدن. حقیقتا بیداری ما ایرانی ها رو به همون نشون بده. خواهش میکنم. نشون بده که آنچه که واقعیت خودت نشون بده بهشون که شاید حرکت بکنن به طرف تو بیشتر برگردن. ما ملت ملی مذهبی هستیم، تو را ذاتن و قلبا دوست داریم. آمین. راه رو اشتباه به ما نشون دادن، ولی حقیقتا شکرت از این که تو راه رو با ما درست نشون دادی که من هستم به طرف من بیان، چون هیچ راهی غیر از من به خدا ختم نمیشه. بله بله. شکر پدر آسمانی برای تمام وجوده، شکر برای همه عزیزان و روزمون و ساعتمون رو در دستای تو میسپاریم، نام زنده ای تو پدر. آمین. آمین. ممنونم از این که تا این لحظه با ما بودین. شما رو به دست های مطمئن، پربرکت و پرفیض خداوند میسپاریم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.